اگر بخوایم برای ورک اسپیسی که ایجاد کردیم یک کلید میانبر تعریف کنیم، لازمه با کلیک برای سربرگ ویندوز با قرار دادن اشارهگر موس برای این گزینه، اینجا برامون چند تا دکمه تعریف شده. شیفت به اضافه F10، شیفت به اضافه F11، شیفت به اضافه F12. ما با کلیک بر روی هر کدوم از اینها میتونیم اون دکمه رو تعریف کنیم برای اون ورک اسپیسی که ایجاد کردیم. من با کلیک بر روی این گزینه، با کلیک بر روی سربرگ ویندوز با قرار دادن اشارهگر موس روی ورک اسپیس، اینجا مشاهده میکنیم که برای این ورک اسپیس من شیفت به اضافه F12 تعریف شده. حالا من روی حالت ورک اسپیس دیگه کلیک کردم. حالا میام شیفت و F12 از صفحه کلید رو میزنم. ببینید بین ورک اسپیس ها جابجا شدیم و به این ورک اسپیس رسیدیم. من میتونم حالا حتی حالت دیگه رو انتخاب کنم، مثلا این حالت رو، و برای این حالت بیام یکی از این ورک اسپیس ها رو انتخاب کنم. مثلا ورک اسپیس آموزش 365 رو اینطوری حذف کرد و به حالت اسمال اسکرین داد. پس به این صورت هم تونستیم یک کلید میانبر برای ورک اسپیس مورد نظرمون ایجاد کنیم.